اقدامات و عملکرد ساواک تو دهه 50 خورشیدی یکی از جنجالی ترین موضوعاتی بود که برای سرزنش حکومت شاه از اون استفاده می شد. گروهی از دولت به این باور رسیده بودند که برای جلوگیری از گسترش نارضایتی ها چاره‌ای جز دستگیری، بازداشت و محاکمه و مجازات رجال و دولت مردان وجود نداره. در میان چهره‌هایی که تو حکومت محمد رضا شاه مولد نارضایتی مردم بودن، نصیری شاخص محسوب می‌شد. اون تو رأس ساواک مسئول خیلی از جنایاتی بود که تو 13 سال ریاستش اتفاق افتاده بود. شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن. نعمت الله نصیری، فرزند محمد نصیری، امیدالممالک و مادر زرین تاج خانم تو مرداد سال 1289 تو سنگسر سمنان به دنیا اومد. همون شهری که هوجبر یزدانی اونجا به دنیا اومده بود. اون دوران تحصیلات ابتدایی خودش رو تو سمنان سپری کرد و دوره متوسطه رو تو مدرسه نظام تو تهران گذروند. و تو سال 1311 تو سن 22 سالگی تو رسته پیاده نظام وارد دانشگاه افسری شد. تو سال 1313 بود که با درجه صدفان دومی فارغ التحصیل شد. اونم دوره محمد رضا پهلوی بود و بعداً به فرماندهی گروهانی رسید که ولیعهد اون خدمت میکرد. تو سال 1330 شاه از فرمانده گارد ویژه سلطنتی خودش سرهنگ امیرقلی زرقام دلخور میشه و به فردوس میسپاره که جایگزین مناسبی که علاوه بر تجربه و درجه به شاه هم وفادار باشه پیدا کنه. فردوس نصیری رو پیشنهاد میکنه و اون به فرماندهی گارد سلطنتی منصوب میشه. نصیری از نظامیان نزدیک به شاه بود و تو جریان 28 مرداد سال 1332 وظیفه محاصره خونه مصدق رو به عهده داشت. تو 22 مرداد همون سال نصیری با سمت فرمانده گارد سلطنتی به رامسر میره. تو اون زمان محمد رضا شاه به همراه ثریا تو رامسر بودن و حکم عزل مصدق و انتصاب زاهدی رو به نصیری میده. نصیری هم مأموریت پیدا میکنه که فرامین شاه رو مبنی بر انفصال دکتر مصدق از نخست وزیری و انتصاب سرلشکر زاهدی رو به اونها برسونه. بنابراین نصیری از رامسر وارد تهران میشه و اول حکم انتصاب سرلشکر زاهدی و بعد هم حکم عزل مصدق رو به اونها میده. اما هنگام برگشت از منزل مصدق توسط سرتیپ ریاهی که تو اون زمان رئیس ستاد ارتش بود توقیف و روانه زندان میشه. این زندان رفتن به نفع نصیری میشه، چون که اون ابتدا سرهنگ بود و بعد از اتفاقات 28 مرداد و برگشت شاه زاهدی به اون درجه سرتیپی میده. ساواک مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود که تو اواخر سال 1335 تأسیس شد. بعد از فروکش کردن بحران سیاسی 28 مرداد سال 1332 شاه تصمیم میگیره که نقش پررنگتری تو مدیریت کشور داشته باشه. علاوه بر این تشکیل گروه‌های مسلح ضد حکومت که تعدادی از مقامات بلندپایه کشور رو به قتل رسونده بودند و همچنین دو ترور نافرجام علیه شخص خود شاه اونو به این نتیجه میرسونه که نهادی برای تأمین امنیت و کنترل شرایط سیاسی ایجاد بکنه که حاصل این تصمیم سازمان اطلاعات و امنیت کشور مشهور به ساواک میشه. نصیری سومین رئیس ساواک تو سال 1344 به این سمت منصوب میشه و حدود 13 سال تو ساواک ریاست میکنه. تو دوران ریاست اون برخوردهایی بسیار تندی با بسیاری از مخالفان سیاسی صورت میگیره که مخالفان رو ناراضی تر از قبل و ساواک رو منفورترین نهاد حاکمیت در نزد معترضان میکنه. اون به بازجویی و بازداشت مخالفان اقدام میکنه و تو برخی موارد تعداد زندانیان سیاسی در دوره اون به 3000 نفر میرسه. زندانیایی که تعدادی از اونها به گزارش برخی نهادهای حقوق بشری مثل سازمان عفو بین‌الملل شکنجه میشدن. همچنین کمیته ضد خرابکاری برای هماهنگ کردن اقدامات امنیتی ساواک، ارتش، شهربانی و ژاندارمری تو دوران مدیریت اون تو ساواک تشکیل میشه. تو تاریخ 13 مهر 1350 همزمان با جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی
نصیری به درجه ارتشبودی ارتقا پیدا میکنه. با شروع مخالفت ها و نارضایتی ها تو سال 57 ارتشبود نصیری موفق به سرکوب مخالفان نمیشه و اونچه تو عمل اتفاق میفته رادیکال شدن فعالیت گروه های چپ و برخی روحانیون میشه. ساواک به عنوان یه نهاد غیر پاسخگو به یکی از عوامل نارضایتی حکومت تبدیل میشه. به همین خاطر شاه برای برگردوندن آرامش تصمیم میگیره به مخالفان امتیاز بده. نصیری جز اولین مقاماتی بود که برای فرونشوندن خشم مردم تو انقلاب 57 ابتدا از ریاست ساواک برکنار و بعد به عنوان سفیر ایران به پاکستان فرستاده میشه. تو شهریور 57 بعد از برقراری حکومت نظامی تو تهران و تغییر کابینه دولت در حالی که هنوز محمد رضا شاه ایران رو ترک نکرده بود توسط دولت ازهاری با اعزام یه هواپیمای اختصاصی به ایران برمیگرده و بازداشت میشه. روزنامه‌های وقت تهران به نقل از مقامات اتهام فساد مالی از جمله دریافت وامی به ارزش 743 میلیون دلار با بهره 3% رو از دیگر اتهامات و دلایل بازداشت اون برمی‌شمارن. با اوجگیری انقلاب 57 شاه دستور انحلال ساواک رو صادر می‌کنه. بعد از خروج شاه و پیروزی انقلاب نعمت الله نصیری که اون زمان تو زندان دژبان پادگان جمشیدی زندانی بود تو 23 بهمن 57 به دست انقلابیون دستگیر و بعد از ضرب و شتم تو دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم میشه و درست 4 روز بعدش یعنی تو 26 بهمن 57 تو پشت بوم مدرسه رفاه تو تهران تیربارون میشه و جسدش رو تو بهشت زهرا به خاک میسپارن. نصیری دوبار ازدواج کرد. همسر اولش پروین خواجوی مازندرانی و همسر دومش زلیخا خلوتی نام داشتن. از نصیری دو فرزند به نامهای محمد رضا و زرین ناز بر جای مونده. داستان دیگه ای که از زندگی علی اکبر ولایتی تو فضای مجازی دست به دست میشه گفته شده پدرش باغبون خونه ارتش بود نصیری بوده. نصیری به دلیل حسن انسان دوستی پسر باغبونش رو یعنی علی اکبر ولایتی رو همراه پسر خودش برای ادامه تحصیل تو رشته پزشکی با هزینه شخصی خودش به آمریکا میفرسته. و جالب‌تر این که بعد از پیروزی انقلاب علی اکبر ولایتی به ایران میاد و اصرار به اعدام نصیری میکنه و خونه اون رو تصرف میکنه و تو اونجا ساکن میشه. ممنون که با این داستان هم همراه من بودین. خوشحال میشم که نظرتون رو در این مورد برام بنویسین. اگر این پست رو دوست داشتین لایک کنین و اگر تا به حال عضو کانال من نشدین دکمه سابسکرایب رو بزنین.